بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغر. الحمد لله، الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاهدين والشاكرين. حضار محترم، سامعین نهایت گران قدر، ثواب جویان بارگاه الهی، مصفیدان و بزرگواران، حضور همه شما السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدا را سپاسگزار هستم که با مرور یک هفته دیگر بار دیگر در خدمت شما سروران و عزیزان و بزرگواران قرار گرفتم. اینک لحظات از مفاهیم والای دین مقدس اسلام را با شما شریک ساخته تا فرا رسیدن اوقات نماز مکتوبه. آیه که حضور پرنور شما یا سوره از قرآن را تلاوت کردم، پیرامون مسئله مهمی از مسائل حیات انسان را احتوا میکنه و در بر میگیره. الله جل جلاله در این سوره مقدسه و مبارکه قسم یاد میکنه. اول ترجمه لفظی این سوره را فرا میگیریم، بعد از او به تشریح الفاظش ان شاء الله میپردازیم. خداوند جلت عظمته می فرماید: والعصر. حضرات مفسرین کرام رحمهم الله تعالی می گویند که این واو واو قسمی است، یعنی واوی که در اینجا وجود داره در آغاز سوره به نام واو قسمیه یاد می شه. تمام سوره هایی که مصدر به واو است و او رو واو قسمیه گفته میشه. رب العزت جل جلاله در اینجا سوگند یاد میکنه، قسم یاد میکنه، و قسم به چیست؟ قسم به عصر. جواب قسم برای چی تشریح میشه. و العصر قسم است به وقت، قسم است به عصر. عصر چی هست؟ عصر به اتفاق جمهور مفسرین همان وقت است.
وحیات انسان. وقت در اینجا وقت عصر به معنای وقت، کدام وقت؟ حیات عمر انسان. چرا که بعدها میگه ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان است. نظر به قرینه انسان، اینجا مراد از وقت حیات انسان است. حیات مرکب از چیست؟ حیات مرکب از عمر. همین حیات تعبیر به عمر میشه. عمر از چی گرفته شده؟ از سال. چند ساله شده؟ 30 ساله، 10 ساله، 100 ساله، 200 ساله و هم سال. سال از چی گرفته شده؟ از ماه. ماه از چی گرفته شده؟ هفته. هفته از چی گرفته شده؟ از روز. روز از چی گرفته شده؟ ساعات. ساعات از چی گرفته شده؟ دقایق. دقایق از چی گرفته شده؟ ثانیه ها. ثانیه ها از سادسه ها و رابعه ها و خامسه ها. اما تو برو هل مجرد تا که آخرین تجزیه زمان، که او دیگه بیخی در زیر حسابم نمیاد، و مرکب از این ثانیه بگیریم دیگه که در حساب ما جور بیاید. لحظه به لحظه عمر ما و شما و عمر انسان را خداوند جل جلاله بهش قسم یاد کرده، و قسم غالبا به چیزی خورده میشه که او ارزش داشته باشه و او اهمیت داشته باشه. این که پروردگار چرا قسم یاد میکنه، چرا سوگند یاد میکنه، به این چیزها فلسفه و دلایلش او یک بحث جداگانه و بحث مفصل میخواد. و خلاصه این که مراد از عصر در اینجا حیات انسان است، و همین حیاتی که مرکب از دقایق، مرکب از ثانیه ها و مرکب از سال و ماه است. این عمر انسان است. الله جل جلاله می فرماید والعصر، قسم به وقت، به حیات تی انسان، ان الانسان لفی خسر، بدون شک انسان در زیان است. چون رب العزت جل جلاله ای عمر یک سرمایه است، و سرمایه هم چطوری سرمایه است؟ سرمایه دو قسم است. یکی سرمایه هست که ذوب نمیشه، در اختیار کنترول تو میباشه. مثلا تو یک 2000 گرام طلا داری، یا 4000، یا 20000، یا بالاتر و پایین تر، ولی این طلا نه به اصطلاح ذوب میشه، اگر به حالت عادی یک جای بگذاریش، تا یک سیف قلفش کنی، تا یک الماری، نه زمانی که در جای امن باشه از دستبرد دزدم خلاص است، دزدم به پیروز شده نمیتانه، هیچ گونه گزندی او را تهدید نمیکنه و هیچ گونه گزندی به او مواجه نمیشه، روبرو نمیشه. خلاصه از تمام مسائل در امن است. هر زمانی که خواسته باشی میکشی، باز از او سرمایه استفاده میکنه. اما عمر انسان ای تو سرمایه نیست، بلکه شبیه یخ فروش هاست، کنده های یخ. سرمایه، سرمایه مذاب، سیال، اگر احتیاط نشوه کاملا از بین میره. و این سرمایه را که عمر انسان است، رب العزت جل جلاله برای انسان عطا کرده تا از این سرمایه انسان استفاده کنه، و پروردگار جل جلاله انسان متوجه می سازه که ای انسان با خبر باش، ای انسان متوجه باش که عمر تو تعمیر شده از ثانیه هاست، و ثانیه ها در گذر است، ثانیه ها در گذر است. اگر ایر درست به جایش به مصرف نرسانی، اگر از این درست استفاده نشوه، او زیان نشه. یکی چطور استفاده شوه، چه رقم استفاده شوه، خودش میگه. اما ای که
ای عمر ما سرمایه است و ای سرمایه سیال و مذاب است. یک شاعر عربی میگه حیاتک نفس تعد، حیاتک نفس تعد، فکلما مضى انتقص منه جزءا. عین این مطلب، عین این مطلب را حضرت ابوالمعانی بیدل رحمه الله تعالی، مرزا عبدالقادر بیدل در شعر خود میگه یک قدم فرقی است بیدل از تو تا دامان خاک، یک قدم فرقی است از بیدل از تو تا دامان خاک، بر سر مژگان چو اشک استاده هوشیار باش. یا به تعبیر دیگر میگه که این تعبیر خیلی با این شعر عربی کاملا 100% تطابق داره، نفس هر دم ز قصر عمر خشت میکند بیدل. الله اکبر، خیلی تعبیر زیبا. نفس هر دم ز قصر عمر خشت میکند بیدل، پی تعمیر این ویرانه معماری چنین باید. کاملا امی جزء سوره عصر ابوالمعانی بیدل، ما چون فهمیده یا نفهمیده این قریحه و طبیعت الهی بوده که برش داده که در شعر آورده، یا سوره عصر مطالعه کرده که بعد این شعر سروده، والله اعلم. این شاعر عربی میگه حیاتک نفس تعد، حیات تو، عمر تو، نفس، نفس هایی است که تعد، شمار میشه، تعد در شمار است، شمار میشه. ما و شما هم اصطلاح داریم، نه، در اصطلاح ما میگیم که هر نفس در حساب و هر لقمه در شمار است. حیاتک نفس تعد، زندگی تو، مخاطبم میکنه شاعر عربی، خطابم میکنه، خطاب به کیست؟ هر کسی که شعرش میخوانه، هر کسی که موفق به مطالعه این شعر میشه. یه حیات که نفس تعد، زندگی تو، نفس تعد، نفس های متوالی و مسلسلی است که اونها شمار میشه، دم در حساب، لقمه در شمار، شمار میشه. فکلما مضى انتقص منه جزءا، هر زمانی که نفس از تو بیرون میشه، جزء جزء از حیات تو، جزء جزء از عمر تو کم میشه. به همین تعبیر ابوالمعانی بیدل، نفس هر دم ز قصر عمر خشت میکند بیدل. ها چی کنیم؟ چیکار کنیم که ای عمر، ای قصر، ای خشتهایی که نه طلا به او را پوره میکنه، نه دلار پوره میکنه، نه تمام دنیا پوره میسازه، او را چطور بکنه؟ از قرآن خودش الله جل جلاله علاجش میگه و ابوالمعانی بیدل اشاره میکنه پی تعمیر این ویرانه، این ویرانه ای که چنین میشه، معمار چنین باید، معمارش هم باید تو حاذق، هوشیار، ماهر، سخندان و سخن فهم باشه که به جای خودش او را استعمال کنه. یکی از مشایخ میگه زمانی که یکی از علمای دینی به مغازه یخ فروشا رفت، به مجردی که یخ فروشی را دید و مطالعه کرد، تفسیر سوره عصر بیان شد که کاملا همین تفسیر سوره عصر است. اگر دکاندار یخ فروش از وقت استفاده نکنه، سرمایه خود تجدید نکنه، درست استفاده نکنه، یخ ذوب میشه، یخ آب میشه، از بین میره، ای بر نمیگرد، این بر نمیگرده جز این که یخچال باشه، ولی در حین گرما، زیر گرما به حد چند؟
40 درجه و 60 درجه یا 50 درجه یا 37 که گرما شدید است و وسائل هم به او انداز نیست که یخ ها نگاه شود. قطعا یخ ذوب میشه، یخ آب میشه و از دست تاجر، از دست مغازدار، از دست سرمایدار میره. بناهن این سرمایدار باید هوشیار باش و این یخ علال عجاله به فروش برسانه تا که دیگران هم استفاده کنن و خودش هم تجارتش با خسران مواجه نشه. خسران حیات و عمر چیست که خداوند جل جلاله میگه ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان در زیان است، انسان در تاوان است. خسران هر جایی که قرآن تعبیر میکنه به معنای این است که سرمایه دار بزرگ هزاران میلیون و میلیارد خود از دست داده باشه، تاوان که خانمانش تباه شود، خسران به ایمان. این خسرانی که خدا تعبیر میکنه کلام الله است. این چیست؟ ان الانسان لفی خسر، خسر همان است که خود قرآن میگه، استفاده نکردن از دستورات الهی، رفتن براهای انحراف، رفتن براهای ضد اخلاق، رفتن براهای ضد انسانیت و اسلامیت. و الله جل جلاله از این قاعده عموم ان الانسان، یقینا جنس انسان در چیز در زیان است، یک استثناء میکنه، میفرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در این سوره چهار چیز را خداوند استثناء میکنه. هر مسلمانی که این چهار چیز را داره عمری او در خسران نیست، عمری او در تاوان نیست، عمری او به جای خودش به صورت درست و منظم به مصرف میرسد. اگر مسلمانی از این چهار چیز کم داره، اگر هیچ نداره العیاذ بالله، اگر هیچ نداشت سرمایه کاملا تباه و برباد. انسانی که پروردگار به دنیا میاره با همین سرمایه عمر میاره و دی او که استفاده نمی کنه سرمایه را هم از دست میده، سود و زیان، سود سرمایه و فایده سرمایه را هم از دست میده و بعد متحمل زیان و متحمل تاوان میشه. الا الذين امنوا، مگر در زیان نیست، مگر عمرشان در زیان نیستند که الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردند، کسانی که ایمان آوردند اینها در زیان نیستند. ایمان چیست؟ ایمان به خدا، ایمان به کتابهای خدا، ایمان به انبیای خدا، ایمان به اندازه خیر و شر، ایمان به روز رستخیز و قیامت، ایمان به زنده شدن بعد از مرگ و ایمان به یکتایی پروردگار جل جلاله. اینها همه موضوعات مؤمن بهی هست، به نام مؤمن بهی یاد میشه که به او باید انسان ایمان داشته باشه. اگر از این اشیای یاد شده انسان یکیش منکر کنه او ایمان قابل قبول نیست. اگر یک کسی به خدا ایمان داره، به پیامبرای خدا ایمان داره، به کتابهای خدا ایمان داره ولی به قیامت ایمان نداره، این مسلمان نیست و این ایمان قابل قبول هم نیست و این ایمان ایمان نیست.
این ایمان تفصیلی هست. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. ایمان آوردم به خدا و ملائکه های خدا و کتاب های خدا و پیامبران خدا و به روز رستخیز و قیامت و به اندازه این که خیر و شر از جانب الله جل جلاله و به این که زنده شدن بعد از مرگ حق است. اگر به همه ایمان داره العیاذ بالله، به یک پیامبر ایمان نداره. مگر از آدم علیه السلام تا محمد رسول الله ایمان دارم، مگر یحیی علیه السلام العیاذ بالله قبول ندارم. ایمان قبول نیست. باید به تمام انبیا بدون استثناء ایمان داشته باش. ما و شما که یهود و نصارا را کافر میگیم به همین دلیل که ایمان به انبیای خودشان دارن، به دیگر انبیا ندارن. مثلا عیسوی ها بجز به حضرت عیسی علیه السلام و فی الجمله حضرت ابراهیم علیه السلام به دیگر انبیا باور ندارن، ایمان ندارن. یهودی ها به موسی علیه السلام و به ابراهیم علیه السلام، یکی و نیمی دیگه اگر پیامبرها را باور داشته باشن، به با پیامبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلوات و التسلیمات ایمان ندارن. از این جهت اینها مسلمان نیستن، اینها کافرن. اما میگیم کافر اهل کتاب. در نزد خدا اینها از کافرای بی کتاب بدترن. دلیل چی؟ بسیار ساده، بسیار ساده. تو مسئول یک منطقه هستی از لحاظ امنیتی، مردمش توصیه میکنی که در همین جنگل شیرای بسیار خطرناک است، کسی نرود. اگر کسی رفت باز با او برخورد قانونی میشه. با وجودی که خبرم کردی، اما با وجودی آن هم مردم رفتن، در اونجا کسی از بین رفت، شیرا دری دوره، هلاک شد. ببین ضرر با وجودی که متوجه خودش است، متوجه خودش شده، خودش از بین برده. اما فرمان تو را هم مورد نظر نگرفته. و کسی دیگری بدون اطلاع، بدون از که اطلاع داشته باشه، او میایم و اسرا در اونجا دوچار بچی میشه، با او مصیبت میشه. اگرچه در این مثال 100% تطبیق نمیخوره، یک مشکل وجود داره بین مثال و ممثل. که پروردگار جل جلاله کسی را که به دنیا روان میکنه با ایمان فطری روان میکنه. ایمان فطری با انسان هست تا زمان رشد و بلوغ. بعد از او پروردگار جل جلاله و هدیناه النجدین، راه خیر و راه اسلام، راه شر و راه کفر در جلو تو قرار میده. تو به اختیار خود چیر اختیار ده؟ ایمان اختیار میکنی، عمل صالح را اختیار میکنی، خیر اختیار میکنی، نور اختیار میکنی، یا اینکه ظلمت و کفر و زندقه را اختیار میکنی؟ به هر طرف یک مکتبی را که تو اختیار کردی بعد از او مسئول هستی، چون تو دیگر بالغ شدی، تو دیگر رشید شدی، تو به سن رشد رسیدی. از این به بعد دیگر عفو وجود ندارد، سالهای عفو گذشت. از این جهت انسان از راهی که خدا پیام روان کرده از او منحرف شوه خسران کرده. هر زمین بود که کافر اهل کتاب کفرش به خاطر شدید است که چون اونها پیام آوران خدا از خاندان بنی اسرائیل، حتی تا 70 نبی بالاتر از این ادعاست که از خاندان بنی اسرائیل نبوت کردند و انبیایی بودند که سلطنت کردند، دنیا را در کنترل اختیار خود در آوردند، مانند حضرت سلیمان علیه السلام و امثاله. اینها با همه اینها آشنایی دارند، ولی با وجود آن هم کفر می‌ورزند، عالما و عامدن جرم کردند. کسی که عمدن جرمی را انجام می‌ده طبعا با کسی که غیر جرم عمدی، جرم غیر عمدی را انجام می‌ده تفاوت دارد.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مگر در خسران نیستن، در زیان نیستن، کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، عمل صالح کردن، عمل شایسته کردن، عمل درست انجام دادن. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. وصیت کردن مردم را، تواصوا از وصیت مشتق است. وصیت به معنای سفارش، به معنای دستور. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. وصیت کردن مردم را به حق و وصیت کردن مردم را به صبر. حق چیست؟ صبر چیست؟ در اینجا بعضی دیدگاه های مفسرین را عرض میکنیم. تعداد از ائمه تفسیر به این باورند که مراد از حق تمام عقاید، باورها و اعمال صالح است. عقاید، باورها و اعمال صالح. و مراد از صبر تمام آن چیزهایی که در دین مقدس اسلام، در قانون خدا، در قانون الله جل جلاله ممنوع است، ممنوع اعلان شده. به یک تعبیر دیگر می توان گفت که مراد از حق امر به معروف و مراد از صبر نهی عن المنکر. یعنی الله جل جلاله چهار خصلت را برای انسانهای مسلمان و کسانی که از خسران در روز رستخیز و قیامت مأمون هستند پیشنهاد میکنند. دو به خود، دو به دیگران. در دویش کمال خودش است، ایمان و عمل صالح. الا الذين آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالحات، اعمال شایسته انجام دادن، در این کمال خود انسان است. خود انسان بهبود پیدا می کند، خود انسان نجات پیدا می کند، خود انسان با پروردگار، با خالق، با آفریدگارش و با رازق و خالقش پیوند و رابطه خود تأمین می کند. در این کمال فردی و شخصی خود انسان هست. اما به این بسنده نمی کند، به این کفایت نمی کند. پروردگار جل جلاله چنین نمیگه که اگر تو ایمان آوردی و عمل صالح کردی، در اجتماع، در برابر مردم، در برابر مسلمانان، در برابر بنی نوع بشر، در برابر امثالت دیگر مسئولیت نداری، چنین نمیگه. بلکه میگه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سفارش کردن مردم را براه نیک، سفارش کردن مردم را به حق، سفارش کردن مردم را به صبر. بلکه دو وظیفه دیگر، دو رسالت دیگر و دو کار دیگر را، یا شغل دیگر را، پیشه دیگر را رب العزت به تو تودیع میکنه، ودیعت میگذاره، میگه این را هم انجام بده. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حق را عرض کردم، همون عقاید صالحه، اعمال صالحه، تمام باورها، تمام اعمال شایسته و درست را قرآن به حق تعبیر کرده و تمام اعمال ناشایست و نادرست را که در او به صبر تعبیر، در او جلوگیری شود، در او انسداد صورت بگیره، در او امتناع صورت بگیره، خود را از او به اصطلاح کنار بکشه و او را از خود کنار بزنه. این است بنده واقعی مسلمان و بنده واقعی خدا و بنده به اصطلاح مفیدی در اجتماع، مفیدی در اجتماع. و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هم می فرمایند کل یغدو فبائع نفسه. چه زیبا تعبیر می کند پیامبر خدا صلی الله. هر کس سباهی به طرف کار و بار خود که می رود، به هر وظیفه‌ای که دارد، یا ملکی، یا نظامی، یا اداری، یا زراعت، یا صنعت، هر چیزی که باشد، فبایع نفسه فمعتقها او موبقها، ای روح خود را
به اصطلاح به تجارت میاره. تجارت همین سرمایه عمر است، همین سرمایه عمر. و خداوند خودش جای دیگره میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل. قرآن همی حیات تو را به تجارت جای دیگه تعبیر کرد. و پیامبرم میفرما کل یغدو فبائع نفسه، بایع، مشتری، مشترا، مبیعه، سلعه، ایده چی تعبیر میشه؟ ده تجارت تعبیر میشه. هر کس صباح که میرود، صباح که از خواب برمیخیزد، فبایع نفسه، نفس خود را در فروش میاندازد. خرید و فروش شروع است. فمعتقها او موبقها، یا نفس خود را آزاد میکند، روح خود را آزاد میکند، او موبقها یا هلاک میکند و از بین میرود. یعنی اگر این نفسی که صباح، این روحی که صباح در وجود و پیکر یک انسان از خواب برمیخیزد و بعد برنامه زندگیش را شروع میکنه، پروگرام یومیه و روزانه خود را شروع میکنه، این ببیند که معتق نفس خود است، معتق روح خود است یا موبق روح خود است. و معتقها آزاد کننده روح خود است، موبقها یا هلاک کننده روح خود است. اگر به دستور رب العزت، به دستور خدا و پیامبر حرکت میکند، در سایه فرمان خدا و پیامبر حرکت میکند، شکی نیست، تردیدی وجود ندارد، شکی وجود ندارد که این نفس خود را از زولانه و زنجیر نفس و شیطان و همچنان از عذاب خدا نجات داده و به سوی جنت و به سوی وعده های رب العزت جل جلاله در حرکت. اگر خدای نخواسته این انسانی که صباحی از خواب برخواسته و به سوی برنامه و پروگرام یومیه خود حرکت کرده، ای دچار تحریف، دچار انحراف، دچار گمراهی، دچار کفر و زلالت و کارهای ناپسند گردیده باشه، در این صورت نفس خود را هلاک کرده، روح خود را هلاک کرده و از بین برده است. پس جوانای مسلمان، حضرت امام شافعی رحمه الله پیرامون این سوره می فرمایند اگر انسان کاملاً در این سوره بیندیشد و درست تأمل و تفکر بکند، از اعماق و امعان نظر در مورد این سوره کار بگیرد، تنها همین سوره را اگر محمد رسول الله از جانب خدا می آورد، به استثنای همه قرآن در امور زندگی انسان کفایت می کرد. ببینید چی زیبا تعبیری حضرت امام شافعی رحمه الله میکنه که اگر از تمام قرآن تنها سوره عصر می بود، برای زندگی انسان کفایت میکنه. چی چیز از باقی مانده؟ تمام عقاید صالح، تمام باورهای پسندیده و درست، تمام عقاید درست، تمام اعمال درست در تواصل بالحق مشمول است، داخل است. و تمام منکرات، بدیها، معصیتها و گناها در تواصل به صبر شامل است. یکی از علمای اعلام در رابطه به حیات انسان می فرمایند که دو چیز انسان را به انحطاط، کفر و اشتباه سبب می گردد. یکی اشتباهات، شبهات، شبهات در عقاید، شبهات در خطوط فکری و معتقدات. انسان مسلمان به همین اجزای مؤمن بهی که گفتم باید سخت پایبند و ایمان داشته باشد، چنان ایمان خلل ناپذیر، ایمان قوی، ایمانی که اگر تمام قوتهای دنیا یک جا شوه، او ایمان را از فکر و مغز و دماغ انسان بیرون کرده نتان. چنین ایمان به همه اجزا. اگر چنین ایمان نبود، بعد در عمل نقصان پیدا میشه.
در عمل صالح نقصان پیدا میشه. مثلا یک مسلمان العیاذ بالله مسلمان است، کلمه میخونه ولی فکر میکنه که همین قیامت نخواد شود، همین انسان ها نخواد زنده شود. ببین عقیده سست شد، خطوط فکری، معتقدات و باورهای اصلی و اساسی که روی اون مسائل بنا میشه اینجا دچار بغرنج و مشکلات شد. در این صورت ای باید ترمیم شود. اگر این ترمیم نشود در عمل نقصان پیدا میشه. چرا ای به این باور است زمانی که قیامت نباشه عمل چی ضرور است؟ بناهن انسان که بالای چیزی عقیده داره، بالای چیزی باور داره، باید او باور خلل ناپذیر باشد، او باور 100% باشد، 99% نباشد، 100% باشد. 100% خدا یکی است، 100% انبیا بر حق، کتاب ها بر حق، تقدیر خیر و شر بر حق، همه از جانب خداست. 100% که یوم البعث، یوم النشر، روز قیامت آمده نیست، وزن اعمال شده، همه اینها باید 100% باشه. دوم شهوات، یکی شبهات در نقصان عمل رول عمده داره. کسی که به این باور است که رب العزت خدای برتر و توانا در روز رستخیز و قیامت همه انسانها را حاضر میکنه در همون میدانی که خودش وعده کرده، یوم نبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار، به همین باور داره و ایمان داره و هیچگاه در عملش خلل نمی آوره. اگر خدای ناخواسته ای ایمان ای باور خلل پذیر شد، قطعا در اینجا موش رخ نکرده، در اینجا ابلیس رخ نکرده. اولی جان دفع شر موش کن، حضرت مولانا می فرماینه سبحان الله، تعبیر مولانا هم عجیب تعبیره. اولی جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. حضرت مولانا اونجا قصه موش و گندم و گدام و گدامدار دولت را برای این نمیکنه که گدامداری بوده و موشی آمده و گندم برده و گدامدار باقی شده، این معنا نیست. هدف مولانا، مراد از گندم اینجا عمل صالح است و مراد از موش امو ابلیس است. اول ابلیس رو میگه دفع کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن، بعد عمل صالح را انجام بده. اول وسوسه های شیطانی، شبهات نادرست و ناپسند، انحطاطات فکری که در وجودت است، همه او را از بین ببر، او را زائل بساز، بعد از آن عمل صالح را درست انجام بده. عقاید نادرست را، عقاید شرکی و کفری و خزعبلات را کلش را دور بساز و بعد عمل صالح را انجام بده. اینجاست که ایمان خلل ناپذیر میشه. دوم شهوات، دوم چیزی که ایمان را از عمل صالح دور می‌سازد شهوات است. شهوات خواهشات نفسانی. درست است ایمان، انسان مسلمان است، ایمان داره، باور داره، به تمام معتقدات باور داره، ایمان خلل ناپذیر داره، ولی شهواتش سرش غلبه کرده، شهواتش سرش حمله آور شده، زیر تهاجم فکری دشمنای خدا قرار گرفت، زیر تهاجم دشمنای پیامبر قرار گرفته، زیر تهاجم فکری دشمنای قرآن و سنت رسول الله قرار گرفته. از همین جهت است که این آدم شهوات سرش غلبه کرده، میره و به سوی انحراف، میره و به سوی گمراهی. مثلا به صورت مثال عرض میکنم، یک اولاد مسلمان، یک کسی که مسلمان زاده هست، هم پدرش هم مادرش فرزند صالح در اجتماع مسلمان تولد شده، در اجتماع مسلمان نشو نمو یافته و به سوی جوانی در حرکت جوان شده. امروزی که ما میبینیم در این عصر و تاریخ ما، در موبایل های ما چیزهای بام و چپ و مموری وجود داره، بنده خدا فرزند مسلمان، اولاد پاک تینت با ایمان و با سعادت، یک اولاد مسلمان این چپ میموریش باید از قرآن، از احادیث رسول خدا، از گفتارهای علمای عصر و تاریخ و از چیزهایی که فکر وعظ و پند و نصیحت را به انسان تجدید میکنه باید مملو از قرآن و سنت و این چیزها بوده باشد. اما بجای اینکه چپ میموری فرزند
مسلمان از این چیزها مملو باشد، از خرافات مملوست، از دخترای هندی و آمریکایی و فرانسوی مملوست، از بچه های بنام فلم و هنرمند، یعنی فاسدان تاریخ، مفسدان عصر و زانیان عصر و تاریخ چپ و ماموریش مملو است. ایره باید تعویض کرد، ایره باید شستشو کرد. نباید در جیب بنده خدا و اولاد مسلمان چنین چپی وجود داشته باشد. یک جمعه دیگرم عرض کردم، در یکی از مکاتب مدیر مکتب می آید، صنف بسته می کنه، تمام بچه هایی که موبایل داشتن او را می کشه سر میز، بانه یک یک کلش را کنترول می کنه که همه خرافات است، همه خرافات است و همه چیزهای ندیدنی و همه چیزهای باور نکردنی و نشنیدنی. این از کجاست؟ این را به ما پیامبر نیاورده، خدا نیاورده، پدر و مادر هم نیاورده، دشمنای خدا و پیامبر آورده. آره، دشمنای خدا به تو وسیله میدن، وسائل میدن، ولی تو استفادهش تعویض کو، راه استفادهش عوض کو. او به تو چاقو میده که آدم بکش، تو به او چاقو آدم نکش، بلکه یک چیز مفیدی بر اجتماع تیار بکن. او به تو میموری میده تا که منحرف شوی، تو میموری را استفاده کن تا بندگی نیک خدا باشی، از تلاوت قرای معظم، از تقاریر درست علمای عصر تاریخ و امثالهم مبنو و مشهود بسار، تا اینکه هم خدا راضی، هم زندگی در زیر تواصل بالحق و تواصل بالصبر این قرار بگیرد. حالا یک باز سرگرمی دیگر، ستاره افغان، تهاجم فکری دیگر بر حریم جوانان مسلمان باز در حرکت است، باز در حرکت است، باز در حرکت است. و حکومت هم، دولت هم در این راستا گوشه های خود را پنبه زده و در غفلت قرار گرفته، نمیتونه که از چنین مفاسد جلوگیری کنه، از چنین مفاسد. برای خدا شما ببینین و شما 5000 نفر که جمع میشه به خاطر ستاره افغان در یک کشور اسلامی، در مرز کشور، در پایتخت کشور اسلامی، که این کشور 1.5 میلیون شهید در همین عصر تاریخ به خاطر رضای خدا حفظ ننگ و ناموس داره. کجا ننگ، کجا ناموس؟ و اون را مقایسه بکن. آیا در خور شأن یک حکومت اسلامی، یک دولت اسلامی، یک جامعه اسلامی همین چیز هست؟ و شما بیاین هر کس مسلمان، برادر مسلمانی که میآید به یک کشور رنج دیده، به یک کشوری که قلبش مملو از آلام است، روح و جسدش مؤلم شده، تکه تکه و پرچه پرچه شده، ستاره افغان کدام درد ما را دوا میکنه؟ آیا ستاره افغان شرم نیست، عیب نیست که در اونجا در اطراف و اکناف مملکت روزی 20 شهید ما داریم؟ روزی 20 شهید با بالای خون شهدا رقص میکنیم، آواز میخوانیم. اگر تو آواز خان کل دنیا برایی، آیا آخرت ما را خوب میکنی یا دنیای ما را؟ کدامش را خوب خواهد کردی؟ این یک گمراهی است، این انحطاط فکری است که این جوانای مسلمان را با آورده های قرآن محمد رسول الله در تضاد و تج میاند. اگر شما مسلمان از جمع حاضر، ما شما را سوگند به خدا میدم در این برنامه اشتراک نکنید، نه به واسطه ی رای، نه به واسطه ی رای و موبایل، نه به واسطه ی رای، نه به واسطه ی رفتن حضور فیزیکیتان. حیفتان نکرده حداقل ساعت ها که در اونجا با عیش و عشرت و ناروایی و فسق و فجور چیزی تعبیری دیگری در اسلام وجود نداره. هر کسی که میکنه در خط شیطان قرار داره، در خط خدا و قرآن قسم است که قرار نداره. پس بناهن ببینید، در همین روزا در عید قربان 100 نفر شهید در میمنه دادیم و اینجا دول و سرنه رقص شد سر خونی از او، ای به ما دول و سرنا و رقص جور میکنه که ما ستاره افغان میدونیم. او ستاره افغان نیست، ستاره افغان او است که دریشی پوشیده، سلاح گرفته، از ما و تو حفاظت میکنه. ستاره افغان او است که به خاطر حفظ ننگ و ناموس خون خود را در راه تقویه امنیت کشور و در راه رفاه و صلاح کشور ریخته. ستاره افغان او است که برای خدا خدمت،
این است ستاره افغان. این تعبیر تعبیر نادرست است، بلکه مفسدین افغان، مفسدین و منحرفین و حتی زندقه های در اونجا وجود دارد که حتی به باورهای اسلامی ایمان ندارد. اونها جمع شدن توسط یهود و نصارا، عرض کردم 5000 نفر، خرج و مخارج و مصارفش از کجا میشه؟ و این چقدر دلار هزینه میگیره؟ این چرا مصرف به یک جای دیگری نمیشه؟ چرا؟ این سوال از حکومت باید شود. اگر بگویم بین به خانواده شهدا، چرا امی بزرگوار و امی خائن تاریخی که این مصرف میپردازه، چرا به وزارت مهاجرین شهدا امیره نمیده تا اولادای شهدا گرسنه نمانند، تا اولادای مهاجرین گرسنه نمانند؟ چرا نمیده؟ ولی که چرا نمیده، در رابطه با این وقت من هم از وقت گذشت، یک روزی دیگر صحبت میباید. دعا را میکنیم پروردگارا اله العالمین، هر کسی که به رضای تو، هر کسی که به اقامه دین و شریعت تو، هر کسی که به اقامه دین اسلام و حفاظت مال و جان سر مسلمان ها در هر گوشه دنیا و هر کسی که از تلاش میکند، خدای او را موفق و مؤید و سربلند و کامگار و سرفراز بساز. و هر کسی که بر علیه مسلمان ها، بر علیه دین و دیانت، بر علیه اسلام و مسلمین است، خدای او را موفق نسازی، بلکه او را هدایت نصیب بفرما. و اگر قابل هدایت نباشد، مانند حرف غلط از صفحه اصلی حذفش بگردان خدایا. و حاضرین مجلس کسایی که مشکلاتی دارن، پروردگارا مشکلاتشان را حل بفرما، زیرا که حلال مشکلات تو هستی و ما هم یک مریضی در بستر داریم. از همه شما تقاضا که تو حاک الله جل جلاله شافی الامراض بر شفا نصیب بفرماید و همه مریضای اسلام خدای شفا نصیب بفرماید و همه کسایی که در اینجا پرابلمی دارن، مشکلاتی دارن، اله العالمین حلال مشکلات تو است. خدایا مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات سیاسی همه مشکلات ما را حل بفرما. و این مریضی هم که داریم، خدایا مریض ما را شفای کامل و عاجل از دربار خودت میخوایم. خدایا بر شفای عاجل و کامل نصیب بفرما به عزت لا اله الا الله. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. في العنوان واحلى الاوطان في نظري، يا بلادي مطبوع فيني ومزروع من صغري. يا بلادي كل انسان عنده بلاد، عنده بلاد عليها يعيش. يا بلادي إلا البحرين مثل الروح، مثل الروح فينا تعيش. يا بلادي انت ودادي يا فؤادي، وبفؤادي مسكنك انت ودادي، وبفؤادي مسكنك.